دونالد ترامپ بعد از دیدارش با ولادیمیر پوتین گفت تا پیش از این دیدار در روی پاشنه دیگری میچرخید، حالا مناسبات تغییر کرده. آیا واقعا تغییری در راه است؟ و اگر هست چه معنایی برای ایران دارد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. ترامپ بعد از دیدارش با ولادیمیر پوتین که پشت درهای بسته و تنها با حضور مترجمان معتمد دو طرف انجام شد، گفت وضع رابطه دو کشور به بدترین حالت خود رسیده بود که البته بعد از این دیدار دو ساعته ورق برگشته. دو طرف در طول نشست خبری بعد از ملاقاتشان اصرار داشتند بر اینکه روسیه دخالتی در انتخابات آمریکا نکرده، موضوعی که مرکز توجه افکار عمومی در آمریکا است و البته شیوه رفتار و گفتار آقای ترامپ در این زمینه با انتقادات گسترده روبرو شده. دو رهبر درباره سوریه هم صحبت کردند، گفتند نیروهای نظامیشان ارتباطات خوبی دارند، در مورد اسرائیل هم توافق دارند که باید امنیتش تامین شود. بعد بحث را به کمک‌های انسان دوستانه کشاندند. تنها چیزی که به روشنی درباره‌اش حرف نزدند حضور ایران در سوریه بود. علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی رهبر ایران میگوید با روسیه توافق دارند که باید برخلاف خواسته اسرائیل ایران در سوریه بماند. اما آیا روسیه بر سر رفتن ایران از سوریه با آمریکایی‌ها به توافقی میرسد؟ درباره برجام هم تنها آقای پوتین به این نکته بسنده کرد که برجام شامل شیوه‌های نظارتی قوی بوده. آیا روسیه پای ایران درباره برجام می‌ایستد؟ ایران کجای مذاکرات پوتین و ترامپ قرار داشته؟ در برنامه امروز در این باره صحبت خواهیم کرد. منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک مهمان ماست. محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تمپا و مرتضی فیروزی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از تهران. خوش آمد میگم به آقایون. آقای فیروزی، از شما بذارید بپرسم، آیا از فحوای کلام دو رئیس جمهور در نشست خبری بعدی و مصاحبه‌هایی که بعداً داشتند میشد تشخیص داد که اینها در مورد ایران صحبتی کردند یا نه، و اگه کردند چه صحبتی بوده؟ یقیناً در مورد ایران صحبت کردند، برای اینکه یکی از محورهای بحث‌ها در مورد خاورمیانه ایران بوده. اما اینکه با چه محتوایی و با چه نتیجه‌ای باشه، یه مقدار باید صبر بکنیم و ببینیم که نتایج چی به دست میاد. من با مقدمه شما یه مشکلی دارم، و اون اینه که ایران در این مرحله فقط صرفاً به دنبال این نیست که موازش در سوریه چه میگذرد، چون سوریه مسئله خاص جدی الان برای ایران نیست. الان سرنوشت برجامه که برای ایران مهمه، و به خصوص اینکه ما تحریم‌های ششم آگست و چهارم نوامبر رو در پیش داریم که اون برای ایران کلیدیه. وگرنه اشاره خوبی ایران... کردید آقای فیروزی. به نظر شما ایران از سوریه در این مقطع پس چه خواهد خواست؟ چی میخواد که با سوریه از پوتین چی درخواست کرد آقای ولایتی؟ چون آقای ولایتی صحبت هایی که کرد بعد از دیدارش با آقای پوتین این بود که ایران در سوریه میمونه، و بعد در مورد اینکه روسیه در ایران سرمایه گذاری میکنه. فکر میکنید دقیقا ایران چی میخواد از مسکو؟ نکنید در فضایی که ترسیم شده بود که روس ها به دنبال اینن که ایران رو در سوریه جارو کنن و ایران رو در واقع پاکسازی کنن، خب این سخن بیان شده. اما مسئله اینه که موضوع سوریه میتونه بخشی از مذاکراتی باشه که منجر به اون تحریم نشه، وگرنه خود سوریه فی حد ذاته الان ایران و روسیه مشترکاً دست بالا رو دارن و هر دو میخوان با این در برای مشکلات خودشون در مواضع دیگه استفاده کنن. روس‌ها به دنبال اینن که در واقع رابطه ای رو با اسرائیلیا بهتر و بیشتر و گسترده‌تر داشته باشن، مبنی بر این که به نوعی امنیت اسرائیل رو تامین کنن که با اون بتونن از لابی اسرائیل استفاده کنن در غرب و به خصوص امریکا برای شکستن تحریم‌های خودشون. لذا ایران هم به نوعی به شیوه دیگری به دنبال این قضیه است. اگرنه فی حد ذاته نمیتونه خود سوریه موضوع و محور اصلی مذاکرات بین
آقای ترامپ و آقای پوتین باشه در مورد ایران. آقای میلانی نظر شما چیه؟ نقش ایران در سوریه چقدر میتونه در مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای و برجام تعیین کننده باشه؟ میدونیم که آقای ترامپ یکی از مسائلی که با برجام داشتیم بود که بعد از برجام ایران قدرتش رو در منطقه بست داده و تونسته از پولی که از برجام حاصل شده به در واقع نیروهای تحت امرش در منطقه کمک برسونه. با عرض سلام، من به نظرم سیاست‌های کلی منطقی ایران مسئله مهمی برای آمریکا، فقط مسئله سوریه نیست، بلکه مسئله لبنان، مسئله عراق داخل عراق و مسئله یمن هم هست. و سیاستی که دولت جدید آمریکا، یعنی دولت ترامپ اتخاذ کرده در رابطه با این که با فشارهای تحریمی و با کمک به مخالفین جمهوری اسلامی در داخل ایران یک مقداری شلوغ بکنه که بتونه از این استفاده بکنه که نیروهای ایران رو از منطقه بیرون بکنه، چون به گفته آقای ترامپ ایران یک قدرت شده در منطقه و این قدرت به نفع منافع ایران نیست. مسئله دیگه اینه که الان حداقل برای 20 ساله که اسرائیل و آمریکا و کشورهای عربی سعی کردن که ایران رو از سوریه جدا کنن. اتحادی که بین ایران و سوریه 40 سال قبل بسته شد اتحاد بسیار قوی هست و من فکر نمی کنم به این سادگی نه اسرائیل نه آمریکا و نه حتی روسیه بتونه این اتحاد رو از بین ببره. بنابراین در مذاکراتی که انجام خواهد شد بین آقای ترامپ و بین آقای پوتین، ممکنه آقای پوتین یک سری قول‌ها بده به ایشون. مسئله اینه که آیا این قول‌ها رو میتونه انجام بده یا نه. اسد به خوبی میدونه اگر برنامه‌ای رو که در رابطه با ایران داره، اگر اتحادی رو که با ایران داره، این اتحاد از بین بره، نفر بعدی که از بین خواهد رفت در سوریه خود حکومت اسد خواهد بود. بنابراین ایشون هم سعی خواهد کرد که هم رابطه خوبی رو که با جمهوری اسلامی داره نگه داره و هم رابطه خوبی رو که با روسیه داشته نگه. از طرفی آقای فرهنگ، همونطور که آقای فیروزی هم اشاره کردن، اولویت ایران الان برجام هست. مسئله‌ای که در مورد برجام داره، مسئله تحریم‌ها تا چند ماه دیگه که قرار هست اجرایی بشه، همین حالا ایران رو میشه گفت اقتصادش رو تا حدی فلج کرده. بحث این هست که چقدر روسیه برای ایران واقعاً میتونه اون شریک قابل اعتماد باشه. همواره منتقدان این نگاه میگن که روسیه شریک قابل اعتمادی نیست، چون در مواقع حساس پشت ایران رو خالی کرده. اجازه بدید در پاسخ به شما با این نکته شروع بکنم که در جهان سیاست به طور عام و در حریم سیاست خارجی به طور خاص، تصمیمات دولت‌ها میتونه پیامدهای غیر قابل تصور و ناخواسته داشته باشه و دقیقاً حضور داعش در حمله عراق، آمریکا به عراق، داعش رو به وجود آورد و داعش یک کار جالبه که تمام دنیا رو بر ضد خودش متحد کرد، از جمله همکاری تلویحی آمریکا، ایران، ترکیه و روسیه. ایران نیروهای پیاده نظام میداد هم از طریق سپاه پاسداران و هم از طریق شیعیان عراق و پاکستان و افغانستان از یک سو، روسیه و آمریکا از طرف با حملات هوایی که به این کشور میکرد. امروز اینا موفق شدن در این اتحاد تلویحی که در طی 4 سال گذشته وجود داشته داعش از بین رفته و حالا اینا در برابر این سوال قرار گرفتن که چه باید کرد در رابطه با آینده سوریه. نکته ای که همه بهش رسیدن اینه که جانشینی برای بشار اسد وجود نداره. آمریکا و روسیه این رو پذیرفتن، ایران که از اول متحد بشار اسد بوده. ولی در اینجا یک عامل دیگری به وجود اومده و اون اسرائیل و اینکه اگر حضور نیروهای نظامی ایران و متحدین نیابتیش خصوصا حزب الله اینها بخوان ادامه حضور نظامی و فعالیت در سوریه داشته باشن، از نظر اسرائیل این غیر قابل قبوله. در اینجا اسرائیل و روسیه روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارن و همونطور که همه میدونیم اهمیت اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا هم که برای همه
روشنه. بنابراین ایران از یک طرف دیگه روسیه به ایران احتیاج داره. چرا؟ برای اینکه ایران تنها کشور در دنیاست که توانایی و اراده کمک اقتصادی و نظامی به سوریه رو داره. هیچ کشور دیگه در دنیا نه اراده‌شو داره و نه تواناییشو. بر مبنای ما اعداد و ارقامی که از طرف رژیم خب ایران دقیقاً آقای فرهنگ همین توانایی مسئله است، اینکه ایران تا کجا این توانایی رو داره. اگر برجام نتونه اجرا بشه، اگه نتونه ایران پول داشته باشه، چطوری بتونه این کمک رو ادامه بده؟ دقیقاً همین، تا زمانی که ایران بتونه نفت صادر بکنه، 2.5-3 میلیون بشکه در روز نفت صادر بکنه، توانایی اقتصادی رو خواهد داشت که در حد مورد نظرش به سوریه کمک کن و اثبات رژیم سوریه رو. خب پس با این حساب شما میفرمایید روسیه از حق ایران برای برجام دفاع میکنه به خاطر این هدف قاییش؟ اولا چیز روسیه نه اهنم به آمریکا نه روسیه از حق دفاع نمیکنه. این کشورها دنبال منافع اقتصادی و نگرانی های امنیتی خودشون. در جهان سیاست، در روابط بین المللی دوست و دشمن دائمی وجود نداره، فقط منافع وجود داره، منافع اقتصادی، امنیتی و گهگاه ایدئولوژی. بنابراین روسیه امروز داره حساب میکنه که هم اسرائیل میخواد داشته باشه، هم آمریکا رو میخواد داشته باشه و هم میخواد ایران به شکلی در سوریه ادامه حضور داشته باشه که برای اسرائیل هیچ نوع خطری نباشه. بنابراین نیروهای حزب الله همه باید خارج بشن و اون منطقه غیر نظامی در تپه‌های جولان که بین سوریه و اسرائیل وجود داره و امروز نیروهای بین‌المللی در اونجا حضور دارن، تمام نیروهای ایران از اونجا جدا کنه و توانایی موشکی ایران را به هیچ وجه اجازه نده که در سوریه بخواد مستقر بشه. بنابراین تردیدی نیست که امروز روسیه داره از ایران به عنوان ابزاری استفاده میکنه که از آمریکا و اسرائیل آوانس بگیره و در این حال تا اون حدی که برای ثبات و بقای رژیم بشار اسد لازم باشه از نیروهای نظامی ایران در سوریه رو بپذیره. بله. این گفت و شنودی است که بین آمریکا و روسیه وجود داره و سرانجام به نظر من بازنده اصلی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر امنیتی ایران خواهد بود. ایران سرمایه‌گذاری های وسیع اقتصادی و پرستیژ در سوریه کرده و اگرچه امروز بر ضد منافع ملی ایرانه که بخواد اون سیاست رو ادامه بده، ولی به خاطر این تصویری که از خودش در منطقه و در داخل برای پایگاه اجتماعیش درست کرده، خاتمه دادن و تغییر سیاستش در سوریه براش بسیار سخت. حالا در مورد این هم بیشتر صحبت می‌کنیم، چون برخی معتقدن که نه، اتفاقا همین عمق استراتژیک به ایران فراغ بال داده که با کشورهای غربی بتونه راجع به چیزهای دیگه غیر از پرونده هسته‌ای صحبت بکنه که به نفع اجتماع بشه. ولی آقای فیروزی، بحثی که الان مطرح هست بحث قول‌هایی هست که گفته میشه روسیه به ایران داده، این که مثلا روسیه در ایران سرمایه‌گذاری بکنه، بحث گردش به چپ در اقتصاد ایران که بارها سالهاست مطرح است، دهه‌های گذشته هم هر موقع ایران با غرب دچار مسئله شده این گردش به چپ مطرح بوده. فکر می‌کنید چقدر پتانسیل این گردش به چپ در اقتصاد ایران الان وجود داره؟ مثلا اینکه روسیه در ایران 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه، چه تا حالا اتفاق نیفتاده؟ آیا روسیه میتونسته این کار رو بکنه و نکرده؟ چه موانعی داشته؟ اول اینکه در مورد این قضیه من خیلی اعتقادی بر این ندارم که نه به صلاح ایران و نه واقعیت داره که 50 میلیارد دلار بیاد روسیه در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری بکنه. به دلیل اینکه در شرایط حساس کنونی تنها راه و شانس و احتمالاً تازه شانس ایران از برون رفت این تحریم کشنده مخصوصاً 4 نوامبر اینه که اتحاد بین در واقع چین، روسیه و اروپا بر روی برجام باقی بمونه و اگر ایران بخواد تمام توان خودش رو و هم حرکتش رو به سمت شرق صرفاً بگیره، باعث فاصله گرفتن اروپا از ایران خواهد شد و نزدیکی او به امریکا و همون هدفی است که آقای ترامپ از روز نخست اون رو تعقیب می‌کرد که اگر این اتفاق بیفته یقیناً تحریم‌ها بسیار بسیار موفقیت‌آمیز خواهد بود. ضمن اینکه یک موضوعی که این روزها کمتر بهش پرداخته شده، البته در این سفر اخیر آقای ترامپ خودش مطرح کرد و در واقع اون کنه دلش رو گفت
شاید هم از روی دیپلماسی که او خودش یک نوع خاص خودش رو داره بیان کرد، مسئله سرمایه گذاری روی گاز ایرانه. مسئله اینه که ایران به صلاحش نیست که نه امریکا و نه روسیه هیچ کدوم، چون به یاد داشته باشیم ایران 18% منابع شناخته شده گاز جهان رو در اختیار داره و زیر 1% رو داره. و شما توجه بکنین که امروز اروپا میخواد از زیر یوغ در واقع گاز روسیه خودشو خارج بکنه بعد از حوادث اوکراین و کریمه. اون وقت شما میبینین که آقای ترامپ در همین سفر اخیر خودش به خانم مرکل حمله میکنه که چرا شما گاز رو رفتین از روسیه خریدین، ما داریم سرمایه‌گذاری میکنیم رو LNG و بناست در سال 2020 امریکا به همراه قطر بزرگترین صادر کننده LNG جهان بشه. اینها به دنبال اینن که اینجا سرمایه‌گذاری رو این قضیه نشه برای آینده گاز امریکاست که بناست که دلش میخواد اروپا رو در واقع به لحاظ انرژی در اختیار بگیره سه. و پایلوتش خودش هم در لهستان قرار داده. اینها مسائلی است که برتدیر وجود داره که ایران رو مانع از این میکنه که نه یا تخمرغ هاش رو در سبد روسیه که یک رقیب تجاری گاز در سطح جهان با او هست انجام بده. ضمن که روس ها از تکنولوژی بالایی برخوردار نیستند که ما بخوایم که رو اون حساب بکنیم. واقعیت امر اینه که شما یک نمونه من براتون بزنم شما متوجه میشید. روابط ایران و روسیه دچار در واقع چالش ها و فراز و نشیب هایی در این سال ها بوده، اما روابط اقتصادی منهای بخش نظامی شما میبینید که هرگز رشد نکرده. طی 10 سال گذشته مجموع روابط تجاری ایران و روسیه حدود چیزی در حدود 20 میلیارد دلاره، یعنی تقریبا سالی 2 میلیارد دلار. و این در شرایطی است که روابط تجاری روسیه با ترکیه با همه اختلافات ایدئولوژیک و حضور ترکیه در ناتو بین 30 تا 40 میلیارد دلار سالیانه است. خب این در واقع نمیتونن به سمت روابط استراتژیک حرکت بکنن، چون خب اگر نکنن چه راهی دارن؟ اگر به روسیه اعتماد نکنن، اگر اونطور که شما میگید روسیه به خاطر مسائل اقتصادی شریک قابل اعتمادی برای ایران نیست، به خاطر مسائل دیپلماتیک به دلایلی که آقای فرهنگ هم اشاره کردن باز نمیشه بهش اعتماد کرد، چرا ایران به پوتین اعتماد میکنه که بره مسائلش رو با ترامپ پوتین حل بکنه؟ نکنین ایران یقینا شما مطمئن باشین که پوتین رو تنها و صرفا میانجی به خودش آقای ترامپ نمیکنه، چون حالا روابط آقای پوتین با آقای ترامپ بهتره و شما دیدین که آقای مکرون و خانم نخست صدر اعظم آلمان نتونستن، خانم مرکل نتونستن برن در واشنگتن مشکل رو حل بکنن. ایران به تقدیر به ایشون هم در واقع اون رو واسطه قرار میده، ولی اما به این گونه نیست که به تنها و تنها برای تخمرغاشون رو در سبد روسیه قرار بدن. البته در این شرایط مسائل ملی ایران ایجاب میکنه که هیچ خصومت ایران با روسیه نداشته باشه، روابط رو به گسترش خودش رو هم داشته باشه، اما اینکه بخواد بره یک پارچه زیر پرچم روسیه چین صرفا بر اساس این دو کشور خودش رو استوار بکنه، حتما و حتما زیان خواهد دید و ممکنه تحریم بسیار بسیار کشنده باشه. آقای میلانی اشاراتی کردن هر دو مهمان دیگه برنامه به مسئله‌ای که همونطور که اشاره کردم به طور تاریخی گفته میشه ایران با روسیه داره، اما آیا شرایطی که الان درش هستیم، به هر حال روسیه با اروپا دچار مشکلات متعدد هست، تحریم شده از طرف اروپا، با آمریکا همینطور یک سری مسائل داره، در سوریه این دعواها در جریان هست، آیا واقعا شرایط حال حاضر جهان همون شرایطی رو ترسیم میکنه که به طور تاریخی وجود داشته، یا میشه فکر کرد که ممکن هست که این بار شرایط تغییر کرده باشه، روسیه نگاهش رو به ایران تغییر داده باشه و از یک منظر دیگه به ایران نگاه بکنه؟ من فکر میکنم که روسیه یک طور جدیدی داره به ایران نگاه میکنه و رابطه ای هم که با ایران داره یه رابطه خیلی نزدیکیه، نه فقط در لحاظ ایدئولوژی، نه فقط در لحاظ نظامی، بلکه به خاطر اینکه برنامه ی آقای پوتین اینه که روسیه رو دوباره به عنوان یک قدرت جهانی
در صحنه سیاست معرفی بکنیم. و در این تعریف نقش ایران چه خواهد بود؟ نقش ایران به نظر من برای برنامه آقای پوتین در خاورمیانه حیاتی است. یعنی بدون کمک ایران، بدون رابطه نزدیک با جمهوری اسلامی داره، نه فقط در خاورمیانه بلکه در خلیج فارس نمیتونه اون مقامی که میخواد رو داشته باشه. خب پس با این حساب بذارید ما مستقی صحبت بکنیم. در مورد کمک‌های نظامی یا خریدهای نظامی ایران از روسیه صحبت بکنیم. به هر حال ایران، روسیه انقدر به ایران نزدیک است که از پایگاه‌های هوایی ایران برای حمله به داعش در سوریه استفاده کرده. اما مثلا موشک‌های S-300 رو که باید به ایران تحویل میداد با 10 سال به تأخیر انداخت، با فاصله، با در نهایت بالاخره اینها رو به ایران داد. موشک‌های S-400 رو حتی به ایران نداده، در حالی که بلا فاصله بدون به قول معروف فوت وقت اینها رو به ترکیه تحویل داده. واقعا چقدر میشه این رو حساب کرد که داره به ایران به عنوان یک رقیب شریک استراتژیک نگاه میکنه، در حالی که حتی حاضر نیست این امکانات رو به اون سرعتی که به بقیه در اختیار بقیه میگذاره در اختیار ایران بگذاره؟ من اصلا فکر نمی کنم که آقای پوتین و روسیه به ایران به عنوان شریک استراتژیک نگاه میکنه. حتی در سوریه هم اگر نگاه بکنید به نظر من رابطه بسیار نزدیکه، ولی از لحاظ راهبردی اختلافات فاحش بین این دو تا کشور وجود داره. مسئله S-300 و S-400 و فروش اسلحه روسیه به ایران با ترکیه و کشورهای دیگه کاملا فرق داره. موقعی که اسلحه به روسیه، اسلحه به ترکیه میده، فقط جنبه مالی داره براش. ولی موقعی که پس من فکر کنم پس درست متوجه صحبت شما نشدم. شما میگید ایران، نقش ایران رو کلیدی میبینه. به چه شکل کلیدی میبینه پس؟ موقعی که به ایران اسلحه میفروشه، مثلا این S-300 میفروشه، با در نظر گرفتن اینه که فشارهای زیادی از آمریکا و دیگر کشورها میاد که به ایران این اسلحه فروخته نشه. ولی همون اسلحه را اگر بخواد به عربستان سعودی بفروشه، فقط مسئله اقتصادی میشه. مسئله ایران امنیتی و راهبردیه. بنابراین رابطه‌ای که بین این دو تا کشور وجود داره، بین ایران و روسیه وجود داره، یه رابطه بسیار نزدیکیه. هر دو کشور به هم دیگه اعتماد، هر دو کشور به هم دیگه احتیاج دارن، ولی هر دو کشور هم میدونن که اون یکی اگر در شرایط خوبی باشه ممکنه منافع اون کشور رو در نظر نگیره. کما اون که من با چند تا از این محققین روسی در یک کنفرانسی صحبت میکردم و نکته خیلی جالبی بود. گفت تو اگر با تمام کسایی که در وزارت امور خارجه روسی هستن صحبت کنی، به تو اعتماد بکنن، به تو خواهند گفت که اینها به ایران اعتماد نمیکنن، چون میدونن اولین فرصتی که ایران داشته باشه به طرف غرب خواهد رفت. خب همین احساس هم در جمهوری اسلامی وجود داره. جمهوری اسلامی بهتر از همه ما میدونه که نمیتونه کاملا به روسیه اعتماد کنه، ولی در این مرحله تاریخی به خاطر اینکه هر دو کشور یه سری کارهایی رو میخوان انجام بدن به همدیگه احتیاج دارن، ولی به همدیگه کاملا اعتماد ندارن. و آقای فرهنگ، یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. من میخوام شما برای ما این بحث رو جمع‌بندی بکنید. شما دیپلمات بودید، آشنا هستید به شیوه‌های دیپلماتیکی که در جریان هست در گفتگوهای کشورها. اگر ایران و روسیه اینقدر به هم بی‌اعتماد هستن، اونطور که هر دوی آقایون قبلا هم بهش اشاره کردن، فکر میکنید که تا کجا اینها پای هم وای میستن؟ چه ایران پای روسیه، چه روسیه پای ایران؟ اجازه بدید اول به این دکتر اشاره بکنم که برخلاف گفته آقای ولایتی، روسیه بلافاصله اعلام کرد که به هیچ وجه نیت سرمایه گذاری در ایران رو ندارن. درسته. ولی حاضرن که از ایران نفت بخرن و به ازای اون کالا به ایران بفروشن. جالب اینجاست که روسیه خودش بزرگترین صادر کننده نفته. اگر بخواد از ایران نفت بخره، باید با قیمتی پایین تر از قیمت بازار بخره که دوباره بتونه به دیگر کشورها بفروشه. و بعدم این که ایران به این دلیل که خودش رو در دنیا منزوی کرده، هر کشوری
که خودش رو منزوی بکنه و روابطش رو محدود بکنه به یکی دو کشور، خصوصا اگر اونا نیرومند باشن. نتیجه این میشه که اون کشورها روابط تجاری و اقتصادی خودشون رو به اون کشور دیکته میکنند. بنابراین رابطه ایران و روسیه یه رابطه برابر نیست، یه رابطه ای که روسیه همه قدرت رو داره و ایران چاره ای جز پذیرش اونها نداره، برای اینکه نسبت به بقیه دنیا منزوی شده. این یه واقعیت اجتناب ناپذیر روابط بین المللی. و بعد اینکه اگر واقعا مسئله ایران برجامه و در چارچوب منافع ملی ایران این صحیحه، رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران حکم میکنه که ایران مسئله برجام را حل بکنه و وارد مذاکره دو جانبه با آمریکا بشه. ولی پیش‌شرط موفقیت ایران اینه که این تبلیغات ضد اسرائیلی که اسرائیل سرطانه و ما باید این سرطان رو نابود بکنیم، تا زمانی که ایران این شعارها رو میده جامعه آمریکا متحد بر ضد ایرانه، نه تنها دو حزب آمریکا بلکه جامعه آمریکا و همینطور کشورهای اروپایی. بنابراین از رژیم ایران باید سوال کرد که آیا از جهت منافع ملی و آینده این کشور در منطقه این حملات روزانه به اسرائیل که سرطان بعد نابود بشه چه دستاوردها و پیامدهای ملموس و مشخصی برای جامعه ایران داشته، از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی، از نظر حیثیتی. بسیار ممنونم آقای فرهنگ. متاسفانه وقت ما محدود هست. متشکرم از شما منصور فرهنگ، آقای میلانی و آقای فیروزی. متشکرم که در این بحث با ما شرکت کردید. این بود صفحه 2 این هفته برنامه و برنامه‌های گذشته صفحه 2 رو میتونید روی وبسایت ما bbcpersian.com/صفحه 2 ببینید. همینطور در صفحه فیسبوک ما، این در اختیار شماست، facebook.com/bbcpage2. روی نشانه توییتری ما هم لینک یوتیوب هم لینک پادکست ما منتشر میشه. @bbcpage2 شناسه توییتری ماست. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.